انتخابات امروز بحرین، تکلیف 419 نامزد انتخابات شامل 266 نامزد کرسی‌های پارلمان و 153 نامزد نمایندگی شوراهای شهر را معین خواهد کرد. الوفاق و سه گروه شیعه دیگر با برگزاری سخنرانی و راهپیمایی‌های متعدد شرکت در انتخابات را تحریم و از هواداران خود خواستند که به نامزدهای اعلام شده رأی ندهند. تحریم انتخابات بدان معنی است که حقوق شما بیش از حق حیات و دسترسی به آب و غذا است و دلیلی برای نگرانی و سرفرود آوردن در قبال کسی نیست. آنها میگویند اگر ما به همه شرایط آنها تن دهیم آزاد هستیم. جامعه الوفاق بزرگترین حزب مخالف دولت است و پیروان آن اکثریت شیعه بحرین هستند. فعالیت جامعه الوفاق ماه گذشته در پی گفتگوهای بی‌نتیجه آن گروه با خاندان حاکم الخلیفه از سوی دادگاهی در بحرین به مدت 3 ماه تعلیق و گروهی از هواداران آنها زندانی شدند. مقام‌های بحرین گروه‌های شیعه را به ارتباط با ایران متهم می‌کنند. انتخابات بحرین نه تنها برای مردم و گروه‌های بحرینی اهمیت دارد، بلکه به طور مستمر توسط دو کشور همسایه بحرین، عربستان و امارات متحده عربی با اکثریت سنی نیز دنبال می‌شود. زنان در انتخابات امروز بحرین 9% از نامزدها را تشکیل می‌دهند، اما همین درصد کم نسبت به انتخابات پیشین رقم بزرگتری است. خدا رو شکر، اگر ما موفق به گام برداشتن در جهت مثبت و سازنده شویم، در آینده تغییراتی را ایجاد خواهیم کرد. با تحریم انتخابات نمیتونیم هیچ تغییری برای مردم بحرین ایجاد کنیم و ما امیدواریم انتخابات عادلانه و سالم برگزار بشه. گزارشگران مستقل میگویند برخلاف مناطق شیعه نشین، شعبه های رای در محله هایی که سنی ها در آن سکونت دارند شلوغ و فعال هستند. در روزهای اخیر اختلافات بین شیعه ها و سنی ها فضا را پرتنش کرده و مقام های بحرینی میگویند تمهیدات امنیتی را در سراسر کشور افزایش دادند. با این همه سمیرا رجب سخنگوی دولت میگوید تحریم مخالفان تأثیری بر روند و نتیجه انتخابات نخواهد داشت. تحلیلگران میگویند انتظار نمی رود که انتخابات جاری قادر به حل بحران سیاسی موجود شود. در پادشاهی بحرین خاندان سنی الخلیفه بر اکثریت شیعه آن کشور حکومت می کنند. شیده رضایی، صدای آمریکا.